honored and excited to present the nominees Best Foreign Language Film. The Flowers of War, China. A Separation, Iran. زنده این که سیاه همچین گفت خونه خراب شده گفتم از زیر آوار باید بیم بکشیم تو اونه این دمیر میجه مسئله مستجر قبلیه ما قرار بیاد بره چی میدونم اینقدر محکم گفت اما هنگ کردم میام میبرم که مثلا از که شانس آوریم بالاخره And the Oscar goes to The Salesman Asghar Farhadi Separation, Iran, Asghar Farhadi. A separation is the first. بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که من دوباره در ایران هستم و این در سفری کوتاهی که داشتم این خوشبختی رو داشتم که ادامه بدیم صحبت 3-4 سال پیشمون رو با جناب وحیدزاده در راجع به کارهای خودشون صحبت کردم و راجع به برنامه‌هایی که دارن در مکتب کمدی ایران که واقعا بگم یکی از کارهایی است که مثبتی است که ایشون کردن و خیلی هنرجو هم میشه که زیاد شده بیشتر دیدم که برای تئاترهای مختلف میذارن ورکشاپ‌های خیلی زیادی دارن و من این فرصت رو که واقعا روز آخرم هم هست اینجا گفتم که نمیتونم از این برنامه بگذرم باید با آقای وحیدزاده صحبتی کوتاهی داشته باشیم در مورد کارهاشون میدونی که ایشون توی نه تنها در کار سینما در کار تئاتر هم فعالیت‌های خیلی زیادی دارن و از جمله تئاتر شب رو که گذاشتن کار تجربی بسیار زیبایی بود که خودشون توضیح خواهند داد و فیلمنامه‌های مختلفی رو باز نوشتن و من خیلی خیلی در سرعت هستم که بتونم یه رابطه‌ای پیدا بکنیم که در امریکا بتونن ایشون بیان و احتمالاً با هم از خلاقیت‌هایی که دارن اونجا بتونیم دوستانی رو پیدا بکنیم که سهیم بشن در این کار ایشون و به نفعی از نظر پروداکشن و پرودوسر و اصلا تهیه کننده و غیره و این فکر می‌کنم که خیلی موقعیت جالبی خواهد بود. اجازه بدید که من صحبت رو کم می‌کنم به آقای وحیدزاده خیلی مردم میگم خیلی خوش اومدید دوباره به برنامه کراس تاک شو که در امریکا پخش میشه ما نمیدونم اون برنامه قبلی رو تو میشم خیلی هم استقبال کردن خیلی دوستان باشد. نگاه کردن من میخوام اینجا از شما سوال کنم که بفهمی که الان در شرایط فعلی وضع سینمای ایران میدونم فیلم های خیلی خوبی روی اکران هست نظراتتون راجع به این فیلم ها چی هست بعد میپردازیم به کارهایی که شما در زمینه تئاتر و سناریو نویسی و فیلم هایی که احتمالاً در آینده میخواید تهیه بکنید صحبت بکنید بله ببینید سینما ایران خوشبختانه توی مسیری قرار گرفته که همینطور رو به ترقی و رو به بهبود هست در حقیقت باعث خوشحالی و افتخار ایرانی هاست که فیلم ها همینطور دارن توی جاهای مختلف دنیا به نمایش در میان و مهمترین شانسی که سینمای ایران داره در حقیقت من فکر میکنم آقای اصغر فرهادی است چون سینمای قبل از فیلمسازی ایشون جشنواره ها میرفت که خیلی هم خوب بودن ولی اینکه بتونی با جمعیت انبوه تماشاچیان کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنی و فیلم روی سالن سینما به نمایش در بیاد کاری است که آقای اصغر فرهادی کرد و در حقیقت سینمای قصه‌گوی ما رو به دنیا معرفی کرد و این شانس بزرگی است که من فکر میکنم در آینده نصیب فیلمسازان دیگر ایران هم خواهد شد. بله میفهمید در جمع من فالو میکردم فستیوال ونیز رو اونجا هم همین یک ماه پیش بود تموم شد برنامه‌اش نمیدونم فالو کردین شما بله. خیلی ایرانی‌ها اونجا داشتن 3-4 تا ایرانی جایزه و خانم رخشان بنی اعتماد جزء هیئت ژوری بودن شما راجع به این نظری دارید بفهمید بله من خیلی از این بابت هم خوشحالم که به هر حال فیلمسازهای ما الان میتونن جوری جشنواره‌های جهانی باشن و
همینطور فیلم های ما مورد استقبال قرار بگیره. آقای کناری فیلمبردار بزرگ ایرانی یه خاطره تعریف میکرد خیلی برام جالب بود. میگفت که ما رفته بودیم برای اسکار و دیدیم که یه تعدادی دارن دور فرش قرمز ما رو نگاه میکنن. یکمی اول به فکر فرو رفتیم که چی شده، ما همیشه ما مشتاق بودیم که بزرگان سینما رو ببینیم از نزدیک و حالا یه عده‌ای پیدا شدن که دارن ما رو با اشتیاق نگاه میکنن و این چیز فوق‌العاده است. و واقعا همینطور برای که من حالا در فستیوال‌های مختلف الان در خود هالیوود هم همجوری داشتم قبل از اینکه برنامه صحبت بکنیم فیلمسازای ایرانی دارن اونجا رول میکنن، از اون هم فیلم نمیدونم شما دیده باشین کشتیگیر امریکایی امریکن رسلر اونجا خیلی سر و صدا کرده. ان شاءالله بتونیم من از طریق دی وی دی و این چیزا براتون شما این فیلمو بفرستم. Tom Cruise busy in Sonoma County shooting a new motion picture based on the true life story of a former high school wrestling star. As KTVU's Ken Wayne tells us, it was that boy's long journey from political turmoil in Iran that helped turn him into a champion. Ali Afshar is a Hollywood actor and producer. That's our director right there in the gray. And he's in the middle of making the most personal film of his life. It's really about a kid coming in and never giving up and living his American dream. That kid is him. Ali and his family fled the political turmoil of the Iranian Revolution of the late 70s and ended up in Petaluma trying to build a new life. Even though this is a story about an Iranian kid coming to America, it's actually an American dream story. It wasn't easy. George Costuros plays the part of the young Ali trying to fit in at Petaluma's Casa Grande High School. Just after doing the research, it was ridiculous how brutal people were to people from Iran and how they were treated in America. Ali found his niche on the wrestling mat. At just 112 pounds, he became Casa Grande's top wrestler, lightning fast and almost unbeatable. So fast, a local sports writer nicknamed him the Wizard. They would joke that I could pin an opponent quicker than you could say my full name, which is Ali Dad Kara Hassanlu Afshar. میخواستم بدم نظر شما از به اصطلاح نگاه شما به هالیوود چطور هست و فعالیت های فیلمسازهای ایرانی به خصوص اونجا. میدونید که خانم گلشیفته اونجا تو فیلم های زیادی هستن و هرشای دیگه ایرانی اونجا خیلی اکتیف هستن. نظری در این مورد داری ببنید؟ خیلی خوبه، چون ما در حقیقت یک تریبون جهانی به دست آوردیم با حضور این هنرمندان ایرانی در امریکا و این باعث این خواهد شد که توجه به سینمای ایران بیشتر بشه و شانس برای اینکه دیگران هم بتونن از این امکان در حقیقت نمایش فیلم و توجه جهانی بهره مند بشن پیش خواهد آمد. و واقعا این میدونین فیلمسازای ایرانی به نظر من اون تالنتی رو که نشون دادن و اون فضا سازی که توی فیلمای خودشون میکنن، حالا بگذاریم از کارهای اکتینگ و اینا که جداگانه، این رو خیلی خیلی براشون اونجا جالبه و میبینن که با امکاناتی که در ایران هست با شرایطی که از مثلا فیلم فروشنده آقای اصال فرمادی اون فضایی رو که به وجود آورده بود من فکر کنم بیشتر جایزه رو گرفت تا خود اکتینگ و اینا. ولی به هر حال این فضا سازی هایی که میشه در سینمای ایران خیلی به واقعیت های به اصطلاح ملموس زندگی ایرانی توجه داره. این یکی از چیزایی است که مورد توجه غرب قرار میگیره. نظری داشتین شما در این مورد؟ بله، وقتی که ما یا هر کشوری غیر از امریکا فیلم میسازه، طبیعتاً نوع زندگی، نوع فرهنگش، نوع روابطی که آدم‌ها با هم دارن جذاب هست برای امریکایی‌ها که مثلا کلی برای غرب، برای غرب بله جذاب هست که آشنا بشن و این ویژگی ها رو کنجکاوی که برمی انگیزه باعث میشه که از این نوع فیلم ها استقبال بکنن. بله واقعا همینجور هست و صحبت های شما برام هم فکر کنم که یه مقدار بیانگر این واقعیت هست که سینمای ایران توجه به فضاسازی و اون واقعیت هایی که در زندگی امروز ایرانی رو مطرح هست به نفع خیلی قشنگی
به تصویر میکشن و این یکی از رازهای موفقیت این فیلم سازان است. برای که اگه خاطر باشه دفعه قبلی صحبت میکردیم گفتیم که تماشاگر رابطه نمیتونه با کاراکترهایی که توی فیلم های ایرانی قبلا مطرح بود به اون صورت به وجود، بلکه شاید مثلا خیلی مصنوعی بود خیلی، ولی این رابطه الان با اون با تماشا با بعضی فیلم های ایرانی که من دیدم برقرار میشه واقعا. این رو به حال نمیدونم حالا در اثر تجربه است، نمیدونم شما چی میگین. بله، تجربه، دانش. به هر حال الان گروه هایی که دارن توی سینمای ایران کار میکنن همشون آدم های فرهنگی هستن، دانشگاه هستن، این کاره هستن. در گذشته دور خب هر آدم ها از طریق تجربه به سینما راه پیدا کرده بودن و طبعا اون دانش کافی رو برای ارائه یک اثر با ارزش نداشتن و تلاششون در محدوده ایران شاید جذاب بود، ولی خب در خارج از ایران کسی نمیتونست باهاش رابطه برقرار کنه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. من دلم میخواد اینجا یه خورده چیز رو عوض بکنیم و فوکوس کنیم روی کارهای خود شما. حالا با هر کدوم میخواین شروع بفرمین و یه مقدار توضیح بدم. یک فستیوالی هم شما در آینده دارین برگزار میکنین. اول میخواین با فستیوال شروع بکنین؟ فستیوال میتونین خدمتتون میدم من. این رو آموزشگاهی که من مدیریت میکنم و تدریس میکنم توش اسمش مکتب کمدی ایران هست و ما روی کمدی فوکوس کردیم، چون اصلا من تمام فیلمایی که ساختم و فیلمنامه‌هایی که نوشتم کمدی بودن. بله، اینم تو صحبت قبلی هم ما داشتیم. بله. که شما کارتون فوکوس کردن روی طنزی که طنز خاص آقای وحیدزاده. مرسی. اخیراً به فکر افتادیم که یه جشنواره کمدی داشته باشیم و اختصاصاً روی فیلم‌هایی که با تلفن همراه فیلم برداری شده و زمانشون هم بین 3 تا 10 دقیقه هست و این قرار هست که دوستان تا پایان اسفند ماه امسال فیلم های ساخته شده رو به جشنواره تحویل بدن و ما انشاءالله روز 18 فروردین سال بعد این فیلم ها رو به نمایش خواهیم گذاشت و قرار هست که به 3 نفر از سازندگان فیلم ها هم جایزه لوح تقدیر تندیس جشنواره و جایزه نقدی تقدیم بکنه. بفهمید که سوژه این فیلم ها آزاد هستی، هر کسی خلاقیتی داشته باشه. بله، سوژه آزاده. بله. ما سه تا خاصی رو در تم خاصی رو در نظر نداریم. نه، گفتیم که یا میتونن داستانی کمدی باشن یا تک گویی یا استنداپ کمدی باشن. دقیقا. و یا مستند. توی این 3 زمینه میتونن دوستان کار بکنن و فیلم هاشون رو برای ما ارسال بکنن و ما هم با کمال میل و با شوق فراوان اونها رو بازبینی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. بله، عرشبت که من خیلی برام این جالبه که فهمیدی تلفن همراه و تکنولوژی که امروز اتفاقا، یعنی این تلفن های همراه که شما میبینین که چه کوالیتی هم داره بعضی موقع. بله. و این یه چیز خیلی جدید و فکر نمی‌کنم کشورهای غربی حتی این آیدیا رو داشته باشن که با تلفن همراه بیان. من حتی یکی دو تا فیلم دیدم که مخونم ایرانی‌ها درست کردن راجع به ایران با فقط با تلفن نوشته این پروداکشن فقط با تلفن همراه هست و موبایل بوده و بود 5 دقیقه 6 دقیقه چقدرم زیبا درست کردن و این واقعا فکر می‌کنم که فکر آقای وحیدزاده در مورد این که شما تلفن همراهتون رو بیارین یا فیلم ازش بسازین، این تلفن رو یک وسیله خلاقیت و کریتیویتی میکنه. این خیلی مهمه، این واقعا یک نکته، یعنی صرفا تلفن نیست که با یکی صحبت کنی و این رو به عنوان یک وسیله برای خلاقیت و بیان تصویری به هر حال یا حرفی که
دارنده این تلفن داره مطرح بکنه و خیلی خیلی ایده جالبی میخوام بگم خیلی ایده بکری فکر نمیکنم هنوز در قلب این ایده درستون. خب بفهمید که بعد از این فستیوال رو فهمید تا آخر اسفند باید سابمیت بکنن بعد هیئت جوری هست که نگاه میکنن بعد اگه من مثلا بخوام بفرستم کجا باید بفرستم این فرو یا از طریق این بله ما توی فیسبوک توی تلگرام و توی اینستاگرام مکتب کمدی ایران این اطلاعات رو گذاشتیم آدرس محل جشنواره رو هم در اون ذکر کردیم ولی الان میتونم خدمتتون بگم که ما در تهران خیابان ستارخان خیابان باقرخان بلاک 116 هستیم مکتب کمدی ایران اگر دوستان بخوان که با پست برامون بفرستن میتونن دیویدی هاشون رو با پست به این آدرس بفرستن حتما من اینجا ریکومند میکنم دوستانی که به خصوص حالا در امریکا یا اروپا یا حتی خود ایران تلفن همراه دارن و واقعا جوان ها خیلی علاقه من دارن که صرفا عکس و اینا نباشه میخوان یه مطلبی رو در فرمان 5 دقیقه تا 6 دقیقه بین 3 تا 10 دقیقه 10 دقیقه ببینیم که دوستان چه خلاقیتی هایی خواهند کرد و جناب وحیدزاده این تشکیلات رو این ایده ها رو که دارد به اصطلاح به وجود آوردن خیلی میتونه کمک بکنه به اصطلاح کشف و خلاقی کشف خلاقیت های جدید حالا این میتونه صرفا نباید ایرانی هم باشن میتونه از کشورهای دیگه هم باشه اگر دوستانی دارین در امریکا در اروپا که علاقمند هستن به این کار میتونین باشون همکاری کنین و ایشون همچنین که فرمودن اوپن هستن به قول معروف به این برنامه فیلمی که من میگم خیلی فستیوال جالبی بشه چون همه میتونن روی تلفن فالو کنن و شما من هم امیدوارم خیلی ایده جالبی سر خب واقعا همیشه خواهد شد به طور خلاصه و این برنامه رو ما انشالله بدیم در ماهای آینده دوباره ادامه بدیم که من بتونم خدمتیشون باشم بفهمیم که اگر راجع به این فعالیت های جدید بله من یکی از فیلمنامه هایی رو که نوشته بودم به اسم شب که یک شب بود یک تاکسی و مسافرهایی که سوار این تاکسی میشن و داستان های خودشون رو دارن و پیاده میشن رو بسازن بعد دیدم که بچه های کلاس نیاز دارن که ما یک تئاتر باشون کار بکنیم همین فیلمنامه رو بازنویسی کردم تبدیلش کردم به نمایشنامه و ما اینجا با بچه های مکتب کمدی ایران این رو تمرین کردیم و روی صحنه بردیم و خوشبختانه کار بدی نشد و الان هم دارم با بچه‌های دیگری که هنرجوهای جدید مکتب کمدی ایران هستن یک نمایشنامه از نیل سیمون رو دارم کار میکنم که امیدوارم تا پایان سال شمسی خودمون این رو ببریم روی صحنه در کنارش خب من کار فیلمنامه نویسی رو همراه با فیلمسازی شروع کردم و ادامه میدادم الان هم یکی دو تا فیلمنامه دیگر از آخرین باری که همدیگر رو دیدیم نوشتم و به دنبال این هستم که یکی از اینها رو انشاءالله به زودی به صورت فیلم سینمایی بسازم و عرضه کنم انشاءالله همینجور خواهد شد و خلاقیتی که جناب وحیدزاده دارن از دوره دانشکده من یادم میاد واقعا اینقدر وسیع هست و کارهای به خصوصی میکنن و من میدونم که این مکتب کمدی هم که اینجا ارگانیزیشنش رو درست کردن نان پرافیت هست و اگر شما هر گونه کمکی میتونید به این استاد بفرمایید واقعا میتونن خیلی دوستان ممکنه دوست داشته باشن علاقمند باشن نمیدونم حالا اگر بخواید کمکی از نظر به اصطلاح فاینانشیالی به شما بکنن به چه ترتیب هست والا میتونن در حقیقت در تولید فیلم های ما سرمایه گذاری بکنن چون من تمام فیلم هایی رو که تا به حال ساختم هنرجوهای خودم رو
توشون استفاده کردن و به چه پشت دوربین چه جلوی دوربین و اینجوری کمک کردیم که تعدادی به کار حرفه‌ای وارد بشن و خودشون به حالا دیگه مستقل کار دیگری رو انجام بدن. البته این کمک به اینجور ارگانیزیشن ها در غرب خیلی رایج هست، مثلا کامیونیتی های مختلف توی خود امریکا که من هستم کمک میکنن به ارگانیزیشن هایی که نمایش های با کوالیتی بالا و در جهت آموزش بچه ها و جوان ها هستن خیلی کمک میکنن. یعنی کاری هم مثلا به دولت و تشکیلات نداره. به هر حال اگر که دوستانی این برنامه نگاه میکنن و میخوان تماس بگیرن با آقای وحیدزاده میتونن تماس بگیرن و همونجوری که فرمودن در تهیه فیلم ها در مسائل دیگه میتونن کمک بکنن. صحبت مون رو میخوایم خود کوتاه بکنیم، شما صحبت دیگه دارین راجع به کارهایی که در آینده میخواین انجام بدین. میدونم که فستیوال فیلم بود که کارهای دیگه اگر میخواین اشاره بکنیم بعد که ما این برنامه رو خاتمه بدیم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. من از دوران جوانیم با آقای بلورچی هم دانشکده بودیم و هر بار که دیداری میکنیم یاد جوانی میکنیم و انرژی میگیریم از این دیدار و گفتگو. من کارم در دو مسیر هست دیگه، یکی آموزش توی این مکتب کمدی ایران و یکی فیلم سازی، و امیدوارم که حالا مکتب که داره راه خودش رو میره، امیدوارم فیلم سازی رو هم دوباره راه بندازیم و بیشتر اکتیو تر باشم. هرحال خیلی ممنون جناب وحیدزاده. میدونم من خیلی به قول معروف وقت زیادی ما قبلا صحبت نکردیم، این خیلی به فی‌البداهه این مصاحبه انجام شد و واقعا آقای وحیدزاده همیشه اوپن هستن و من گفتم میخوام بیام ببینم. اصلا برنامه اینترویو نبود و امیدوارم که شما لذت برده باشین، گوش داده باشین به این برنامه ببینین و یک نکاتی رو که ایشون فرمودن در مورد سینمای ایران، فیلم هایی که در ایران در جهان در از ایران داره مطرح میشه و کارگردان های مطرح ایران رو برای بیشتر بشناسید. خیلی میخوام تشکر کنم از شما و خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدم.